تا خیلی سریع بازیکنان فولاد مبارکه اصفهان بازی رو دنبال کنن. کاظمی برای کریمی، خود محمود کریمی داخل محوطه جریمه، یه موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم فوتبال اصفهان. عبدالوهاب ابوله گلزنی میکنه. ابوله در هشتمین دقیقه از زمان این مسابقه روی یک حرکت زیبا و باز هم تأثیری که محمود کریمی داشت اینگونه هواداران تیم میهمان رو خوشحال میکنه، در واقع تیم میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان. با هم نگاه میکنیم، اونجا منتظری وظیفه خودش رو به خوبی انجام نداد تا ابوالهیل بدین ترتیب دروازه رو باز بکنه. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 0. اوج هیجان و حساسیت در فولاد شهر اصفهان و وحید طالبلو که کاری رو نمیتونست انجام بده. بدون شک با این گل استقلال میتونه سر و پا حمله بشه. مجیدی، برهانی رها میکنه، منصوریان، عمرد محبوب آبی هاست و قلب تپنده استقلال، و اون طرف نویدکیا مغز متفکر فولاد مبارکه به بیرون میره. باز هم محمد سواری استقلال رو ناکام گذاشت. استقلال داره خوب بازی میکنه. یک بار دیگه سانجان یک ضربه دیگه و توی دروازه، گل برای استقلال و دیداری که 1-1 مساوی میشه. گل برای تیم فوتبال استقلال تهران رقم خورد. استقلال 1 فولاد مبارکه اصفهان 1. پیروز قربانی. حالا رفته رفته تعداد مدافعین گلزن استقلال زیاد میشه. تصویر آهسته رو ببینید، نوازی کار خودش رو انجام داد و این سانجانی که مرتب نامش رو تکرار کردیم سرانجام کارساز شد و پیروز قربانی مدافع پیشتاخته این سد بتونی رو شکست، که البته هادی عقیلی فعلا نیست و این توپی که در درون دروازه قرار گرفت بعد از برخورد توپ دیرک عمودی دروازه. یه فوتبال بسیار جذاب و تماشایی، پر از هیاهو. 15 دقیقه تا پایان مسابقه و پایان این هیجان. تصویر آهسته رو باز هم می‌بینیم و پیروز قربانی که دروازه رو باز کرد و سانجان رو ببینید که چقدر خوشحال بود و این هم خوشحالی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران که تعدادشون در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان کم نیست. قرار بگیرم 4 دقیقه به پایان میرسه. توپ بلند سواری، یه موقعیت برای سپاهان و توپی که در درون دروازه قرار میگیره. گل برای سپاهان، گل برای سپاهان و سپاهان این بازی رو میبره. فولاد مبارک سپاهان اصفهان 2 و استقلال تهران 1 و یک بار دیگه به اثبات میرسه که چرا میلیون ها بیننده تلویزیونی تا آخرین لحظات بیننده یک مسابقه فوتبال هستن، چون که هر لحظهش میتونه